سلام و عرض ادب خدمت شما دوستان و همراهان. علیرضا اندرلاین الک هستم. میخواییم فیلم آموزشی ساخت دستگاه 42 تایی با یونولیت رو براتون پر کنم. خب بچه، من این فیلم رو میخوام با جزئیات کامل پر کنم، ولی مراحل ساخت رو نمیتونم کامل بذارم چون زمان فیلم خیلی زیاد میشه. هر قسمت یا همون سکشنی که بهتون میگم انجام میدم، هم از انجام نشده و هم از انجام شده براتون فیلم میگیرم. خب مرحله اول انتخاب یک یونولیت هست. حالا اندازش هم من براتون میگیرم و بهتون میگم کامل که چقدر. خب اندازه کامل بخوام بهتون بگم از این سر یونولیت تا اون طرف بیرون به بیرون 62 سانتی متر این طول میشه، عرضم 43 سانتی متر است و ارتفاع داخلی یونولیت هم 38 سانتی متر است. خب پس شد چقدر؟ شد 62 در 43 در 38، اگه اشتباه نکنم 38 ارتفاع. خب وسایلی که نیاز داریم برای اول کار، اولین مرحله یعنی انجام برای کار، در آوردن دریچه روی در دستگاه هست. به وسایلی که نیاز داریم دو تا تلق شیشه‌ای، همون تلق شیرازی معمولی هست، همین تلقش فقط، دو تا تلق، حالا خطکش، یکی دوتا کارتون راحت تر میشه، تیغ موکت باری ماجیک، بعد چسب دو طرفه و چسب رنگی. خب من میرم برای در آوردن دریچه. دریچه رو هم به این صورت هست که وسط کار، حالا خط کشیش میکنم بعد براتون بارش میزنم، وسط این در ما دریچه رو در میاریم. بچه از هر طرف تلق 2 سانتی متر به داخل، یعنی 2 سانتی متر کوچیک‌تر، یعنی هم اندازه تلق نمیبرید در رو، 2 سانتی متر از هر طرف کوچیک‌تر به همون قطر چسب دو طرفم. خب من مرحله بعد براتون فیلم میگیرم دوباره. خب من اینجا اومدم وسط در رو به اندازه تلق آچار از هر طرف 2 سانت کم کردم و خط کشی کردم. اگه توجه کنین این کلام از هر طرف تقریبا 2 سانت من گذاشتم. خب داخل مرحله بعدی من میخوام اینجا رو برش بدم، یعنی کامل اینجایی که خط کشی کردم و داخل در کامل درش بیارم. خب من این قسمت رو الان برش دادم. قبل از اینکه جداش بکنم میخواستم این نکته رو بهتون بگم. بچه از تمام قطعاتی که من استفاده میکنم داخل پیج شاپ انیمال موجود هست، میتونید خریداری کنید. تمام قطعه ها فرقی نمی کنه، حالا از چسب رنگی گرفته تا بقیه اقلامی که داخل ساخت دستگاه استفاده میشه. خب میریم سراغ فیلم آموزشی. خب اینجا من بریدم اینجا این تیک. خب بچه حالا نکنید این تیک و این قسمت داخلی رو میخوام چسب بزنم. چسب رو میزنید، از دو طرف خم میکنید، یه طرفش به داخل، طرف بیرون، چهار طرف رو از به داخل، این قسمت داخلیش رو. خب میزنم دوباره فیلم میگیرم. خب نگاه کنید من این چهار طرف رو الان چسب رنگی زدم، حالا این دستگاه سبز هست. بعد این تیکا رو چسب دو طرفه میزنیم، حالا من داخلش رو دادم نشونتون میدم. خب توجه کنید این الان چسب دو طرفه هست، بعد این چسب دو طرفه شفافه. نگاه کنید الان روی چسب میشه راحت کنده بشه. الان اینجا چسبه، این چهار طرف رو بکنیم، تلق از این طرف و از اون طرف چسبیده میشه روش که حالا من میچسبونم. بعد چهار طرفش رو میخوام دوباره روش نوار رنگی بزنم که این قسمت ها پوشیده بشه. حالا میزنم براتون نمایش میدم. خب نکته که اینجا میخوام بهتون بگم، بچه خیلی سوال کردن که چرا تلق هم از بیرون میزنید هم از داخل. خب نگاه کنید اگر شما یک لایه تلق فقط از بیرون یا از داخل بزنید، ممکنه هوا ازش عبور کنه و دما رو خیلی کاهش بده، چون این سوراخی به این بزرگی رو در ایجاد کردید. وقتی که بیاد از بیرون و داخل تلق بزنید، هوا بین این تلق جمع میشه،
داخلش هوا جمع میشه، این خودش باعث میشه یه عایق درست کنه که دیگه هوا از این عبور نکنه اصلا. خب اومدیم چسب طرف ها رو زدیم، تلق چسبونیم روش هم از بیرون هم از داخل. بعد من بیرون رو چسب زدم براتون که ببینید، کار خاصی نکردم، اومدم چهار طرفش چسب زدم و یه قابی درست کردم. حالا نها کنید این دا این هم داخلش که در اینجا گرم روش تلقه، این به این شکل هم داخل کار رو من چهار طرف دوباره چسب میزنم که ظاهر جالبی داشته باشه. اینجوری دیگه الان درمون آماده است و هیچ سوراخ دیگه هم رو در نیاز ایجاد بشه، سوراخ های هوا بغل دستگاه میخورن. خب بچه ها هر کی سوال داشت میتونه از خود پیج شاپ اندرلاین انیمال بپرسه داخل دایرکت، اگر هم که دیدید سوال تخصصی داشتید یا مشکلی چیز داخل دستگاهتون بود میتونید پیج خودم @علیرضا_الک پیام بدید تا پاسخگوتون باشیم. بچه دایرکت ها خیلی شلوغه، هم پیج خودم و هم پیج شاپ انیمال، به خاطر همین ممکنه دیر جواب بدیم کلن، به خاطر همین رو یکمی صبور باشه تا جواب بدیم بهتون. میریم برای قسمت بعدی، میریم سراغ قسمت بعدی. خب حالا دیگه ما در رو آماده کردیم گذاشتیم کنار، حالا قسمت بعدی اول اینکه جلو عقب دستگاهتون رو مشخص کنید، بگید یک طرف رو بگید برای جلو. من یک علامت خیلی کوچیک اینجا میذارم که دیگه حواسم باشه این قسمت جلوی دستگاه من هست. حالا اگه این جلوی دستگاهتون باشه، نگاه کنید این طول دستگاه، جلوی دستگاهتون باشه دستگاه رو میچرخونید این طرف، یه دونه فن 6x6 سانتیمتر 12 ولت برای این قسمت جاشو خالی میکنید و میچسبونید اینجا که هوای این برای فن استراریه. یه سوراخ هم اینجای دستگاه، پس رو کنون طرف جلو، این طرف الان جلوی دستگاه هست، اینجا جای فن تهویه استراری، اینجا هم یعنی پایین دستگاه شبیه آبشی میمونه برای شستن دستگاه هست. یه سوراخ اینجا ایجاد میکنیم به داخل دستگاه که از کف باشه، یعنی از این قسمت ها میکنیم اینجا. خب من سوراخ رو ایجاد میکنم، جای فن تهویه استراری هم در میارم، دوباره براتون فیلم میگیرم. خب اومدیم جای فن رو برش دادیم، همونجا که من اینجا الان جای فن هست و برش دادیم. خب فن رو بچه به سمت برچسب این داخل باشه که هوا رو میخواد بکشه بیرون، با چسب حرارتی خیلی نه که یونولیت رو آب نکنه، این به این شکل لبه بیرونی قرار بگیره به این شکل. خب سوراخ هم اینجا ایجاد کردیم، این سوراخی به داخل دستگاه، این سوراخ اینجا بنده یه دونه انگشت باشه که داخلش قرار بگیره، همون گوشه باشه که به کف راه داشته، نه اگه آبی چیز داخل شکل میشه از این سوراخ خارج بشه. این هم که جای فن هست، سیم رو میاریم داخل. حالا سیم کشی ها رو کلن آخر بهتون میگیم چی کار میکنیم، الان کلن ساخته قسمت های عملیش هست. خب بریم برای قسمت بعدی. خب رسیدیم به قسمت بعدی، یک تکه یونولیت به اندازه بین دستگاه، یعنی اینجا به این شکل 5 سانتیمتر از پایین، 5 سانتیمتر از پایین، 5 سانتیمتر هم از بالا، یعنی این قسمت اینجا توجه کنیم، اندازه میذاریم و وسطش رو جای یه دونه فن 8 سانتیمتر در میاریم 12 ولت. خب اگه توجه کنیم اینجا نکنم وسط این میشه، خب چون این جلوی دست کنم فن رو در میاریم، این هم به این سمت جای اینجا قرار میدیم و چسب میزنیم این فن رو. این فن قراره باد رو به این سمت بزنه، توجه کنید به این سمت، اینجا راک قراره بگیریم، این هم که فن استراریم. خب فعلا اینو نمیچسبیمش داخل، فقط حالا جاشو من گفتم درستش کنیم و جاشو بذاریم بس نفعه بعدی. خب پس اینو هم چسب میکنیم بهش فن رو
و این تیکر رو فعلا میذاریم کنار در، کاریش نداریم. خب بریم برای قسمت بعدی دستگاه.